بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید، فرصتی پیش آمد که با آقای پروفسور هوشنگ امیراحمدی باشیم. ایشون احتیاج به معرفی ندارن، قبلا چندین بار لطف کردن در تلویزیون مردم بودن، با شما صحبت کردن، در تلویزیون‌های مختلف صحبت کردن و اون برنامه یا سازمان AIC American Iranian Council، شورای ملی، شورای ایرانیان آمریکایی، آمریکایی‌ها و ایرانی در صورت فعالیتشون همه جا هست. من فرصت رو غنیمت میدونم، هر وقت که ایشون میاد واشنگتن یه جوری ازشون میخوام که اگر وقت دارن حتی بین ملاقاتاشون یه وقت کوچولویی هم به من و شما بدن. مطمئنم شما هم از این بابت خوشحال هستید. مقاله جدید ایشون نوشتن به نام ملتگرایی به جای ملیگرایی. خیلی جالبه، من از ایشون خواستم که این رو به صورت مقاله گویا برای من و شما به اصطلاح تعریف کنم. این شما، این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید که منظورتون از این تیتر و این مقاله چیه که ملتگرایی به جای ملیگرایی. اولا خیلی متشکرم جناب سربی عزیز، بسیار به من لطف دارید. من همیشه خوشحال میشم که هستم اینجا پیش شما. برنامه خیلی خوبی دارید، تلویزیون مردم کارهای خیلی خوبی کرده، خدمت داره میکنه، به هیچ چشم داشتی هم نداشته هر کس. امیدوارم که برنامه‌تون ادامه پیدا کنه، مردم کمک کنن و برای اینکه مفید هر شبات حضورتون که همونجوری که فرمودید، من این اواخر روی مقاله از مدت هاست کار میکردم و تمام کردم. خوشبختانه به اسمش هم هست ملتگرایی به جای ملیگرایی، و اینو فکر میکنم حرکت جدید و خوبیه در واقع گفتمان دموکراتیک سیاسی ایران. حالا من سوای اون اعتقاد دارم همونجور که این بریکسیت، این جدایی انگلستان از بریتانیا، از اتحادیه اروپا نشون داد، و یا این حرکت آقای دونالد ترامپ تو این کشور داره نشون میده، یا خیلی حرکت های دیگه تو فرانسه و آلمان و کشورهای دیگه هست، نشون داره میده که بعد از چند دهه این جهانی شدن عملا داره جای خودش رو به محلی شدن میده. و در واقع این حرکت ها نشان از برگشتن ملیگرایی در این کشورها، وطن پرستی تو این کشورهاست. و بعد از مدتی که کشورها هی میگفتن ما باید باز باشیم، اقتصاد باز، تجارت باز، دهکده جهانی و از این حرفا، الان دارن میگن نخیر، ما دهکده جهانی نمیخوایم، ما دهکده خودمون رو میخوایم. یعنی بریتانیا میگه من میخوام خودم باشم، به قول خودشون میگن ما کشورمون رو باز پس گرفتیم از اروپا. دونالد ترامپ هم همین میگه، دوباره میگه که آمریکا گریت، دقیقاً همین گریت آمریکا یعنی چی؟ یعنی آمریکایی که بعد فردا میخواد بره با چینیا و روسا و کشورهای دیگه چونه بزنه، و همین اروپایی ها که شما دارید سر ما کلا میذارید، تجارتاتون با ما نابرابره، یا این مهاجرین بی خودی دارن میان، حق ما رو گرفتن. برحال یک جریان جدید جهانی به عنوان ملیگرایی و وطن‌پرستی داره شکل میگیره. تصادفاً این همینجا یه سوالی که حقیقی هم نیست، که این وطن پرستی حقیقی یا ملیگرایی حقیقی نیست، این یه چیزیه که از شور و هیجان مردم سوء استفاده میکنن. نه ببینید، نه که استفاده میکنن، نه اینجوری نیست. من فکر کنم که این سرمایه‌داری جهانی به این جریانی که در این مخصوصا 5-6 دهه گذشته از ریگان و از تاچرز به این ور در دنیا شکرپ، که ما به اینا میگن نیو لیبرال، یعنی لیبرالیسم جدید اقتصادی، هم در سطح کشوری و هم در سطح جهانی، تجارت آزاد و اینا،
این متاسفانه این نیو لیبرالیسم، اینا نیوکان نیستن، اینا نیوکان نیستن، نیو لیبرال، نیوکان سیاسی نیو لیبراله. یعنی شما وقتی نیو لیبرالیسم میگیم بریم از اقتصاد صحبت میکنیم، نیو کانسرواتیو داریم صحبت میکنیم، اونا از سیاست داریم حرف میزنیم. به یک شکلی اینا شبیه همن، یعنی در واقع یکی قسمت سیاسی جریان قسمت اقتصادیه. لیبرالیسم اقتصادی خب از دهه از اواسط قرن 19 شروع شد و سرمایه‌داری اون موقع خیلی مدرن و جوان و پیشرفته، بورژوازی جدید دنیا داشت شکل می‌گرفت، سرمایه‌داری صنعتی بود از این حرفا. ولی در همون موقع هم سرمایه‌داری صنعتی و قبل از اون اینا، این کشورهایی که رشد کردن مثل اروپا، توی مثل اینا انگلستان مخصوصا و امریکا، اینا در سایه یا کلونیالیسم استعمار جهانی رشد کردن یا در چارچوب تجارت‌های بسیار بسیار محافظ شده محافظت شده. این اینا اینجوری نبود که دراشون باز کنن هر کی بیاد بخره یا بفروشه. مثلا آلمان یا انگلستان تمام دنیا رو گرفته بود، ولی مثلا به خود ایرانمون وقتی گرفته بود تو ایران داشت معامله میکرد، یه سری معاهده های تجاری روی ایران اینا تحمیل میکردن. معاهده ها این بود که تو نمیتونی روی کالاهایی که ما میفرستیم به کشور شما تصمیم بگیری، چیز نه تصمیم نه مالیات بذاری، ولی مال شما که میاد خونه ما مالیات بالا هم میذاریم. به همین دلیل، چرا؟ برای اینکه اونا اون موقع فکر میکردن که ثروت ملت در رابطه با افزایش پول و طلا و ارز و مواد فلزات با ارزش بالا میره، بنابراین هر چی شما میتونستی تجارت رو، بالانسش رو، توازنش رو به نفع صادراتت و به ضرر وارداتت چیز میکردی، اونجا یه دونه مازاد داشتی، سرپلاس داشتی. اون سرپلاس، اون مازاد به اون به صورت پول و طلا و اینا میمد کشورت. و در واقع اون شد، اون پول و اون طلا و اینا در اروپا و امریکا شد هسته اصلی سرمایه‌ای که رفت توی سرمایه‌داری صنعتی، کارخونه درست کرد و اینا. و بعد وقتی که به اونجا رسیدن، اینا اومدن گفتن که حالا که ما سرمایه‌دار شدیم و صنعت داریم و از این حرفا، حالا وقتشه که ما بیایم دنیا رو باز کنیم دراشو، برای که دیگه اونا رو کشورهای کلونی و مستعمره رو اینا رو خراب کرده بودن، درا رو باز کردن که بفروشن. ولی بازم اون برو، یعنی حقیقتا بازار رو بیارن اونجا، بیارن و دنیا رو، بازار دنیا رو، بازار دنیا رو. اونو اون سرمایه، اونو بهش میگفتیم مرکانتالیسم. بعد سرمایه‌داری صنعتی پشت سرش که در چارچوب اول کلونیالیسم شکل گرفت، بعد چارچوب نیو کلونیالیسم اومد، یعنی کلونیالیسم جدیدی که با زور مثلا خیلی مشخص و چیز نظامی نبود، ولی اون کنارش زور بود، یه برنامه ریزیه، آره زور بود، ولی دیگه خیلی نظامیگری نمیکنن کشورتو بگیرن. این جریان تا این تا دهه 60 و 70 برای اروپا و امریکا کار کرد. بعد از اون کشورهای دیگه اومدن وسط، یواش یواش جون گرفتن، از افریقا گرفت، حتی تو افریقاش هم، افریقای جنوبی بود، توی مثلا توی لاتین امریکا، حتی برزیل و آرژانتین و اینا، چین اومد وسط، روسیه اومد وسط، یه سری کشورهای اومد، کره جنوبی اومد وسط. یه دفعه اینا دیدن که ژاپن اومد وسط، اینا دیدن که دیگه حریف نیستن، دیگه اینجوری نیست که ما بازار رو آزاد بکنیم و اینا بخرن از ما و بعد نتونن به ما بفروشن. اولا دیگه چیزی نداشتن اینا بفروشن. سرمایه‌داری صنعتی تبدیل شده بود سرمایه‌داری مالی بانکی شده بود، چیزی نداشتن بفروشن. اونی که داشت بفروشه کی بود؟ چین بود، ژاپن بود، کره بود. اینا یواش یواش مد مشکل دیگه ایجاد شد. همین کشورها شروع کردن، سرمایه‌داراشون که تو خونه تولید میکردن و کار میکردن، یواش یواش سرمایه‌هاشون فرستادن به خارج. اپل الان تمام چیزاشو توی ژاپن، یعنی کشور آمریکا، آره تو ژاپن داره الان، میگم توی چین داره تأکید میکنه. بعد این باعث شد که به جای اینکه سرمایه بیاد توی غرب، سرمایه شروع کرد به رفتن از غرب. وقتی که از غرب رفت، کارم باهاش رفت. خب چه اتفاقی افتاد؟ این نیروهای غربی، مخصوصا نیروهای
کارگری که پولای خوبی میگرفتن و معمولا هم سفید بودن و معمولا هم خیلی متخصص بودن و رشد بالایی داشتن، اینا شروع کردن به کارشون رو از دست دادن. کارشون رو از دست دادن شاکی میشن برای اینکه چینی ها گرفته بودن اینا شروع کردن به شاکی شدن یواش یواش و یواش یواش این جریان به جایی رسید که درآمدشون اومد پایین، نابرابری ها زیاد شد درون این کشورها، یعنی کشورهای غربی و اینا، و یک عکس العمل مردمی بر علیه این نوع سرمایه‌داری شکل گرفت. و حالا این سرمایه‌داری در واقع به یه جای رسیده بود زمنان که دیگه لیبرالیسم هم قبول نداشت، نیو لیبرالیسم آورده و وسط. یعنی چی؟ یعنی میگفت اصلا بی در و دروازه، یا آقا هر کسی کشور میخواد با ما معامله کنه بیا بکنه دیگه، ببین فقط یه دونه قرارداد امضا میکردی که اصلا مرز وجود نداره. نفتا مثلا بین فرض کنیم که مکزیک و کانادا و کانادا و چیز دیگه اصلا مرزی وجود نداره امریکا. بعد یواش یواش اینا اومدن مردم گفتن آقا اینکه نمیشه که مرز وجود نداره، نشه سرمایه ما داره میره، کار ما داره میره، درآمد ما داره میره. مردم شروع کردن به بیچاره و فقیر شدن. اینان الان اومدن وسط، اینا ملی‌گرایی میکنن، اینا میگن آخر این کشورهای ما میخوان، ما کشورمون میخوان برگردونیم مال خودمون باشه، میخوام دراشونو ببندیم، میخوام این مهاجرینو بیرون کنیم. یعنی حقیقتا میگن ما از اینکه درها رو باز کردیم خیری نبردیم، کارامونو از دست دادیم. تا دهه 50 60 میبردن، بعد یه دفعه وقتی که رقبا اومدن شروع کردن به باختن. وقتی که شروع کردن به باختن دب در آوردن، دب در آوردن همین ملت. ببخشید خواهش میکنم. تا اون موقع اینو خاموش کرده بودم. تا اون موقع اینا قبول داشتن، بعد یه دفعه دیدن که دارن میبازن، دب در آوردن به قول خودمون. الان آدمی مثل ترامپ رو نمیدونم، همین چیز بریتانیا رفتنش از اونا در رابطه با اینا، اینا مردم دارن میگن که ما نمیخوایم شهردار سابق، ما نمیخوایم جزء، ما نمیخوایم جزء این بیشتر اونا باشیم، ما میخوایم خودمون باشیم، بعد میخوایم توی کشور خودمون ببینیم چه کار میتونیم کنیم، سرمایه‌مون رو نگه داریم همینجا، کارمون رو همینجا نگه داریم، نمیخوایم هم دیگران بیان. برای اینکه تو وقتی که تو اروپا، وقتی که بریتانیا عضو اتحادیه اروپا است، سیاست‌هایی که باید اجرا بشه سیاست انگلستان دیگه نیست. مردم انگلستان اون مثل یک کشور فدرال تصمیم میگیره، سابرنتی رو چی میگه، ما اون خودگردانیش و اون استقلالش رو از دست داده. استقلالش دست ده بروکرات توی بروکسل بود، اونا تصمیم میگرفتن که چند نفر چیز بیاد وارد بشه، سوریه‌ای وارد اروپا بشه و چند نفر از اینا رو باید انگلستان برداره. یه دفعه میگن آقا یعنی چی؟ ما آدم نیستیم، ما کشوره. میگن جمعیت انگلستان از سال 2004 تا حالا دو برابر شده. خب ببین، برای که خود انگلیسی ها زیاد زاد و بدل ندارن. زاد و بدل ندارن، همشون پاکستانی و هندی و عرب هن، اکثرشون عرب و اینا. بعد آقا غیر عرب ها و غیر دیگه هم هندی چینی هستش غیر اینا. واقعیت اینجوریه. آره یه سوال، شما اینجوری که دارید صحبت میکنید، شما جز اونایی هستید که باور دارید این کار انگلستان اشتباه بود؟ نه من نه، اصلا نمیشه. من اعتقاد دارم، ببین من اعتقاد دارم که دنیا داره به طرف ملی گرایی میره و هیچ تأثیری هم نمیتونیم روش بذاریم. یعنی اینجوری نیست که تو تصمیم بگیری برش گردونی. این یک تمایلیه، این یک جریانیه که نه فقط کم نمیشه، ولی خطری هم داره، هر چی بیشتر میشه. خطر خیلی زیادی داره. برای اینکه تو ملی گرایی در وقتی که یواش یواش در دروازه ها بسته میشه، رقابت ها بین کشورها زیاد میشه، دعوا ها زیاد میشه. اروپا داره برمیگرده به دهه 40 30، یعنی همون جایی که هیتلر با هیچ کی بود. هیتلر هم توی جنگ جهانی، آلمان تو جنگ جهانی اول باخت، اروپایی ها، انگلیسی ها و فرانسوی ها مخصوصا هر چی خواستن تو سر آلمان زدن. یک دفعه آلمانیا ما که تغییر داریم میشیم، باختیم، بازنده هستیم، اومدن گفتن که ما خواهیم بازی رو به هم بزنیم. اومدن و یه آدمی مثل هیتلر هم اومد، یه آدم ملیگرا اومد فاشیست آورد وسط، فاشیست یعنی ملیگرایی رو قاطی میکنه با یک افراطی‌گرایی به اصطلاح نظامی. اومد وسط گفت ما آلمانیا چیزی کمتر از انگلیسی ها و فرانسوی ها نداریم که هی تو سر ما میزنن، تغییر ما میکنن، ما حالا میریم پدرشون رو در میاریم. اومدن و یک جریان فاشیسم را انداختن. بنابراین من میخوام بگم که اتفاقی که الان داره میفته میتونه حتما تا در یه جایی در بعضی کشورها به فاشیسم منتهی میشه.
حتمی میشه. برای چی؟ برای که شما اصلا نمیتونید، مگر اینکه شما فکر بکنید جریان کلا عوض بشه، این جوانایی که این آدمایی که باختن تو این جریان 40 سالگی دوباره برنده بشن، این امکان نداره. برای که سرمایه داری متاسفانه به ته دیگ خورده چیزش، کفگیرش. سرمایه داری دیگه اون رشد و اون به اصطلاح اون پیشرفت رو نداره. چون یه مقاله میخوندم میگفت بعد از اینکه کمونیست‌ها 70 سال به اصطلاح معلوم شد به همه دنیا که این کار نمیکنه، حالا نوبت کپیتالیسم یا سرمایه‌داری و اونا میشستن که اینم فرو بریزه، بگن دیدید اینم کار نمیکنه، داره کار نمیکنه. اینو معمولا مارکسیسم. آقا ببینید شما نگاه کنید، شما نگاه کنید خود امریکا، میدونی یک 2% 3% 60-70% ثروت دارایی این کشور رو دارن. شما این تصور کنی اینو، این هم در سن 40 سال گذشته یواش یواش اتفاق افتاده. سندرز میگه که 1% 90% داره. خب همون بله. خب یعنی چی؟ یعنی شما اصلا میتصورش هم چیزی بکنیم؟ اصلا 800 تا خانواده تو دنیا میدونی 70% ثروت دنیا رو دارن. خانواده بله. خب میخوام بگم که دنیا داره میره به یه جایی. این دنیا رو کی اونجا برد؟ سرمایه داری برد. برای اینکه دنیا چیز دیگه نبود که، سرمایه داری بود که این کارو کرد. خب تو چین هم تا وقتی که سرمایه داری نبود این اتفاق نیفتاد. از وقتی که چین سرمایه داری شده میدونید یه نزدیک به 50-60 میلیون نفر از چینی های 1.2 میلیارد یک دفعه مملکت رو گرفتن. حالا توی روسی هم داره این اتفاق میفته بعد از فروپاشی شوروی. توی اروپا شرقی هم داره این اتفاق میفته بعد از فروپاشی سوسیالیسم. ولی پدر همه اینا یا پدرخونده همه اینا سرمایه‌داری غربه، یعنی امریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان مخصوصا. بعدش هم کشورهای مثل ایتالیا و پرتغال و اسپانیا و یونان و اینا هم ورشکستن، همش سرمایه‌داری ورشکسته افتادن به جون آلمان، هی مثل خوره دارن آلمان رو میخورن. بهت بگم آلمانی‌ها در آینده نزدیک فاشیست دوباره میشن. برای اینکه چیکار میخوان بکنن؟ آلمانی دارن فقیر میشن. هر چی با پول قرض، هر چی فقیر فقرا قرضم نه قرض بلا عوض. حالا نه فقط این قرض، ببینید کی میگیره کی پولا رو؟ بانک ها میگیرن، مردم که نمیگیرن که. ببین بانک های ایتالیا، بانک های یونان بانک های اسپانیا و اینا اومدن به کشورهای خودشون وام دادن، این کشورها نمیتونن بپردازن، آلمان باید پول اونا رو بده، پول اونا رو بده. خب مردم آلمان یه جایی میگن که چرا کافیه دیگه، چرا؟ بعد خود آلمانی هم داره یواش یواش میره پایین زندگیشون، یعنی آلمانی هم دارن رشد نمی کنن. آلمان در آینده خیلی نزدیک دچار بحران های اقتصادی خیلی شدید خواهد شد. حالا بعد مطمئن مشکل اینه که تو وقتی که 1% این همه داره، 99% هیچی نداره، بعد این همه کالایی که تولید میشه رو کی میخواد بخره؟ تو من تو پول نداشته باشی بخری نمیشه که. خب اون 1% هم دیگه اون چیزایی که میخوان کسی نمیخره، اینا چیزایی که درست میکنه برای اونا که خودش هم نمیخواد اصلا. اصلا نمیخواد، اصلا برای خود میخواد، اصلا برای این درست نمیکنه که میخواد. یه بحرانی پیش میاد. حالا حالا چرا این... حالا بنابر این چیز، اولین چیزی که میخواستم توی برنامه بگم بس توجه بدم به این تمایل جهانی، به این ترند جهانی که دنیا داره به سوی ملی گرایی خیلی افراطی پیش میره، خطرناک. و این کشورها دارن دروازه هاشون میبندن، دراشون میبندن. نیو لیبرالیسم، لیبرالیسم اقتصادی جدید داره برشکسته شده و کارکرد نداره. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آینده نزدیک مطمئنم میان میگن که آقا ما غلط کردیم، کار نمیکنه. الان آدم هست دانالد ترامپ که خودش پول داره میگه کار نمیکنه. برنی سندرز هم اون برکه چپه میگه کار نمیکنه. ببین نگاه کن، برنی سندرز از چپ و دانالد ترامپ از راست یه حرف میزنه. یه حرف میزنه. اتفاقا در رابطه با فری ترید هم دوتاشون هم نظر. یه حرف میزنه. بله. برای که اون حرفی که دارن میزنن یه حرف بیشتر نیست. یه واقعیت یکیه. برای این نیست که اینا با هم موافقن. واقعیت یکیه. واقعیت اینه که این نوع سرمایه‌داری داره کار نمیکنه. اگه تو آدم سالمی باشی، صادقی باشی، میگی آقا کار نمیکنه. حالا مشکل من چیه؟ من دارم میگم که ما ایرونیا در قرن 19 یک دفعه خب اشتباه کردیم، در قرن 21 هم داریم دوباره اشتباه میکنیم. حالا توضیح میدم. تو قرن 19 اروپا رفت به طرف لیبرالیسم، اقتصاد باز، صنعت، این جرا. ما رفتیم به طرف استبداد اقتصادی، اقتصاد استبداد سیاسی. منظورتون چیه؟ مشروطه است؟ قبل از مشروطه دارم، قرن 19 رو دارم میگم. نه قبل مشروطه
قبل قرن 20 بود، من دو قرن 19 رو میگم، از 1870 1860 دوره‌ای که امیر کبیر میگفت آقا نمیشه این کارو نمیکرد و اینا. ما دنیا اون موقع، خب دنیای غرب مخصوصا توی فرانسه انلایتنمنت بود، بعد توی انگلستان لیبرال اقتصادی، لیبرالیسم صنعتی شکل گرفت و اینا با هم اروپا رو درست کردن. از یه طرف صنعتگری، شما میخوام بگین امریکایی ملی گرایش باشه، حالا با اونجا بعد توبت میکنم الان، نه مثلا اون بحثی ندارم، من دارم میگم که اروپا در قرن 19 دوچار یه تمایل گرفت، دنبال یه تمایل رفت، یه تمایل درش ایجاد شد. اون تمایل از نظر سیاسی لیبرال بود، دموکراتیک، مثل انلایتنمنتی که فرانسوی‌ها آوردن وسط، و از نظر اقتصادی هم لیبرال، ولی لیبرال در چارچوب سرمایه‌داری صنعتی. اون موقع ما دنبال هیچ دو منظور نرفتیم، رفتیم دنبال استبداد سیاسی به جای لیبرال سیاسی بریم، هم استبداد اقتصادی، یعنی یه مشت آدم تاجر و خود دولتی های کله خر اومدن و هم سیاست رو گرفتن، هم مملکت و استبداد سیاسی اقتصادی رو اونجا حاکم کردن. اما اون موقع رو خوب دقت کن، اروپا پروتکشنیست بود، یعنی حفاظت میکرد، یعنی تو نمیتونستی به این سادگی چیز رو به انگلیسی ها بفروشی، میتونستی از انگلیسی ها بخری ولی به این سادگی نمیتونستی بهش بفروشی. توی ایران عکسش بود، ما تو هر چی می‌خواستی به ایرانی‌ها می‌تونستی بفروشی، مش بود ایران هیچی نداشت بفروشه. بنابراین ما به همین دلیل ما اون موقع درست عکس حرکت اروپا رفتیم، اروپا داشت این ور می‌رفت، ما از این ور رفتیم. بنابراین چی شد؟ گرفتار این عقب موندگی شدیم که هنوزم گرفتارش هستیم. حالا الان نگرانی من چیه؟ نگرانی من اینه که درست ما بازم داریم عکس جریان میشه. شما قرن 20 رو چی میگید؟ حالا دارم همون قرن 20 20 که گذشت. چیزی اتفاق. نه اتفاقی همون نئولیبرالیسم ادامه پیدا کرد، گفتم تا قرن تا دهه 60 همون بود. دیگه دهه 60 به این بر یواش یواش سرمایه‌داری که به اون شکل لیبرالی بود به نئولیبرالیسم منتهی شد. فقر و نابرابری ثروت ایجاد شد و بالاخره به این نتیجه رسیدن که بابا داره کار نمیکنه. حالا دیگه آدمای مثل حتی برنی ساندرز و دونالد ترامپ و اینا خود سرمایه‌دار. نه منظور من این بود که ایران تو قرن 20 آره، ایران همون موقع ایران اون موقع دیگه چون باخته بود توی قرن 19، بعد از اون دیگه پاپت شد. شد وابسته، هر چی اروپا گفت همونو قبول کرد، هر چی امریکا گفت هیچی نداشت. آره. هیچی نداشت که دیگه بازی داشت میکرد. یه داره این بهش میگفت تو این کارو بکن، اون کارو میکرد، این بگم که اون یکی کارو بکن. میدونی ما کسی دیگه چیز نداشتیم. حالا یواش یواش تا اینکه از 70 یه انقلاب شد تو ایران، 79 امریکایی ها. این انقلاب 1350 قبل اون این در ضمن اینجوری دارم روی ملی گرایی صحبت نمی کنم، برمیگردم بهش از نظر اقتصادی. ما میخوام بگم که چرا ما داریم برمیگردیم. به هر حال یک جریانی ما آوردیم، ملی گرایی مثلا از حالا بعد صحبت می کنم در موردش، از عباس میرزا شروع شد به امیر کبیر، بعد اومد به مصدق، به رضا شاه، تموم شد. خب دو با رضا شاه که رسید، محمد رضا شاه رسید، دیگه ما یواش یواش قاطی شدیم با امریکایی‌ها و اینا، ولی که اون ملی‌گرایی به اون معنا دیگه وجود نداشت. خیلی خیلی جزئی بود. در همزمان ما از اقتصاد لیبرال یواش یواش که با اروپا اینا بودیم، به همراه با اروپا دوبال نیو لیبرال دیگه خیلی معمولی، ولی با گفتم با همون استبداد سیاسی و استبداد اقتصادی دولتی، حتی محمد رضا شاه یا پدرش اینا اینجوری بودن، یا قاجار زیاد فرقی نمی‌کرد، اینا در واقع دنبال این بودن. یواش یواش اواخر حکومت محمد رضا شاه سرمایه‌داری خصوصی یواش یواش داشت شکل می‌گرفت که انقلاب اسلامی ترتیبش رو داد تمومش کرد، خرابش کرد. حالا بنابراین من می‌خوام بگم که ما اون موقع قرن 19 ما عکس اروپا قرار دادیم. امروز همین الان که دارم صحبت می‌کنم درست داریم عکس باز حرکت می‌کنیم، یعنی الان داره اروپا داره نیو لیبرالیسم اقتصادی رو داره چی رد میکنه، داره تجارت آزاد جهانی رو داره رد میکنه. ایران آقای روحانی افتاده دنبال این دوتا، یعنی آقای دولت آقای روحانی دولت از نظر اقتصادی دولت نیو لیبراله، دولت تجار و بانکاست. خلاصه کنم تجار بانکاست. این شما که میگی نمیدونم این همه حقوقای بالا گرفتن و اینا، این در چارچوب سیاست آقای روحانیه. اینجوری نبود که یه دوز و دغل اومدن گرفتن. شما گفتین شما همین حقوقای بالای چند میلیون در ماه
درست شباهت داره به اوضاع آمریکا که کورپوریشن ها میدیدیم دقیقاً سی اوشون و دایرکتوراشون مثلا چقدر میگیرن میگرفتن دقیقاً. یعنی این جزء سیاست، این جزء حرکت، اینجوری نیست که یه دوز و دغل اومدن بس به خودشون میلیون ها دلار میدن، دولت خودش میدونه دارن میگیرن، دولتی ان همش اینا رو دولت داره گذاشته اینجا، از دولت حقوق میگیرن، از دولت میگیرن. اصلا این اومد میگه انگار که بله قناعت یه دفعه کشف شده، انگار که الانم که دارن دنبالش از ترس مردمه، برای اینکه الان دیگه باز شده مردم میگن که آقا چی شده، من فقیر که تو من میگی من حتی 4000 تومان هم نمیتونی من در ما چیز بدی، سوبسید بدی، جریان میلیارد ها و میلیون ها چیه؟ چرا اونا هست؟ اوکی؟ حالا از صندوق توسعه کشور میدوزدن آقای صفدر حسینی، ببین دیگاهشو بکن، دخترش هم صرافی باز کرده، پسر برادر آقای روحانی هم صرافی داره. خب میخوام بگم یه چیزی میخوام بگم، میخوام برگردم به جریان. من اعتقاد دارم که دولت ما و اصولا ایرانی ها الان دارن در جهت عکس تمایل دنیا حرکت میکنن، باز هم ما عقب میفتیم، بدتر میشیم. اون تمایل چیه؟ اونا دارن نیولیبرالیزم رو ریجکت میکنن، رد میکنن، ما داریم اینو در آغوش خودمون گرفتیم، جذب میکنیم و داریم برای پروپاگاندا میکنیم. اونا دارن تجارت آزاد رو رد میکنن، ما میخوایم تجارت رو همه تمام دنیا رو میخوایم تجارت آزاد بکنیم. اومده طرف دو تا مدرسه نداره، اومده نزدیک میخواد 300 تا هواپیما بخره، نزدیک 50 میلیارد دلار میخواد هواپیما بخره، یه دفعه از صفر با 50 آخه این خب دیگه هرچی حساب داره که با تو 40 سال نخریدی اقلا 100 تا بخر، 50 تا بخر، کوچکتراشو بخر، یه ذره دست دوم بخر. خب برای چی رفتی یه دفعه با بوئینگ 20 میلیارد، با ایرباس 20 خورده میلیارد؟ تازه اینا فقط شروعه، هم بوئینگ و هم ایرباس دبه در میارن. خب یاد باشه آره قراردادا که بندن معمولا بله اوردر رو اینا بله اینا دبه در میارن، هر کدوم دو برابر میشه. یعنی میگه 40 میلیارد دوتایی 80 میلیارد دلار پول از امریکا ایران میگیرن، ندی هم نمیگن بهت نمیدن. بله من اینجا به دوستان بگم چون در حین برنامه تلفن نمیگیریم، دوستان با ایمیل آقای امیر احمدی میتونید مستقیما تماس بگیرید. ایمیلشون هم بسیار ساده است، هوشنگ اسم اولشون HOOSHANG hooshang@amirahmadi.com. در حین برنامه هم وبسایتشون هم ایمیلشون مثل الان دیده میشه، میتونید با خودشون مستقیما تماس بگیرید. اگه براتون مشکلی ایجاد کرد تلفن اینجام هست، تکس اینجام هست، ایمیل ما هم هست، میتونید تماس بگیرید و من براتون برای ایشون ارسال میکنم. امیدوارم در آینده باز این رو باز کنیم. بفرمایید. حالا من این مقدمه رو گفتم، مقدمه خیلی با ایرانی ها معمولا مقدمه همون اصل بیشتره. برای اینکه برسم بگم چرا اصلا من اون مقاله رو نوشتم. ببین من بنابراین اعتقاد دارم که ایرانی ها باید ملی گرا بشن، باید وطن پرست بشن. متاسفانه تو ایران وطن پرستی و ملی گرایی داره از بین میره، به این برجام بقیهش هم از بین برد. بنابراین من خیلی نگرانم، کشوری که ملی نباشه، وطن پرست نباشه، هرگز رشد نمیکنه و از بین میره. ولی شما الان میگید که اینها باید ملی گرا بشن. نه، قبلش گفتی اینا اینجایا چون دارن ملی گرا میشن خطرناکه. من از همین شاید شما میگین ملت گرا بشن. نه حالا توضیح میدم. ببین من دارم عرض میکنم که خطرناک برای ماست، برای خودشون نیست. من دارم میگم آقای ترامپ میخواد توی امریکا ملی گرایی را بندازه بر علیه مکزیکیا. برای مکزیکیا ممکنه بد بشه. اگه مکزیکیا هم ملی گرا بشن اون وقت مساوی میشه. ولی اگه ترامپ ملی گراست و آقای مکزیکیا لیبرالن و نمیدونم اوپنن و بازن، خب میبازن. ترامپ پدرشون در میاره، تمام زندگیشون میگیره از اینا. اگه ترامپ به دیگرا بشه و چینیا بگن نه خیر آقا مهم نیست هر چی بخوای کنه، خب میبازن. ولی میدونیم که کشورها اونا میشن. متاسفانه ما تو ایران دوزاریمون دیر میفته، یعنی ما هیچ وقت به موقع نتونستیم این تمایلاتو بگیریم. برای که واقعا افرادی که کشورمون رو میگردونن بی سوادن، میدونی آدم هایی که هیچ اصلا یا غیر ملی هن یا اصلا نمیدونن باید چی کار کنن. بنابراین من میخوام بگم که الان وقتشه که ما آدم های ما ایرونی ها بگیم به ایرونی ها و به دولتی ها که وقت ملی گراییه. حالا ملی گرایی ایران مسئله داره. حالا من چرا بگم باید ملت گرایی بکنیم به جای ملی گرایی؟ اینو توضیح بدم. ملی گرایی
انگلیسی ها به امریکایی ها مشکل نداره، برای که اینا واقعا ملیگرا نیستن، اینا ملتگران. چون بنان ملی ناسیونالیزم ما ترجمه تو ایران کردیم به نام ملیگرایی، ولی که این ملتگراییه. حالا بگم چرا. حالا معنای ملیگرایی و فرق ملتگرایی و ملیگرایی لطفا تو ایران بگم که متوجه بشی. اول این تعریف رو بکنم. ملت مجموعه ای از جغرافیا و مردمه. وقتی میگیم ملت ایران یعنی اون جغرافیای ایران، خب اون گربه و 80 میلیون آدم، این دوتا با هم میشه ملت ایران، وگرنه اون میشه مردم. مردم با ملت فرقش همینه، توی ملت یک مفهوم جغرافیایی وجود داره، سرزمینی وجود داره. مردمی که از این منطقه هستن میشن ملت. دقیقاً ما ملت ایران هستیم برای اینکه سرزمین ایران و مردم ایران توشیم. خب دلیلی که مردم ایران، مردم ایران هم ممکنه ببین مثلا ما اینجا هستیم توی سرزمین ایران نیستیم، خب ما جزء مردم ایران هستیم ولی ملت ایران نیستیم. برای که ما ملت نیستیم، ملت باید تو جغرافی خودش باشه. ما الان در واقع ما یه چیزی حشرحفی هستیم تقریبا ملت اینجا هستیم. آره ما ملت تقریبا ما بیشتر ملت اینجا هستیم، مردم اونجاییم. ولی خب اینجا هم باید شهروند چون شدیم مثلا میتونیم ملت بگیم ما همینجایی هستیم. اما حالا نکته که من دارم اینه که ملی گرایی تو ایران کار نمیکنه، در گذشته هم نکرده، حالا بگم چرا نکرده و در آینده هم نخواهد کرد. به همین دلیل ما باید برگردیم به ملت گرایی، یعنی همون چیزی که تو اروپا وجود داره، تو امریکا وجود داره. تو امریکا ناسیونالیسم ملت گراست، ملی گرا نیست. حالا ملت ملی گرا به جغرافیا منتهی میشه. چو ایران نباشد تن من مباد، گور پدر خیلی عوض میخوام ایرانی ها. من دنبال این گربه هم. خب اون شعر معروفی که میگه بچه ها این چشم این گربه به دنبال شماست. بله. چشم مردم دنبالشونه، چشم گربه است. ما آقا یک تیکه از سرزمین ایران برای خودمون، خونمون با تو جوش بیاد ها، 50,000 نفر ایرانی فردا میبینه اینگاه که نه اینگاه خب غلط کرده شهید شده. مثال میزنم، ما اینجوری حرف میزنیم، در حالی که اینی که مهمه مردم هست. مردم باید تو سرزمین و سرزمین با مردم باشه، دوتا با هم معنی پیدا میکنه. در غیر این صورت کامل میشه، کامل میشه نمیشه اگر غیر از این باشه. حالا بنابراین من تعریف من از ملت گرایی که با ملی گرایی متفاوته اینه که ملت برا من مجموعه ای از جغرافیا یا اون سرزمین و مردمش، این دوتا با هم برا من میشن ملت. حالا ملتی خوشبخت و خوشحال و شاد میشه که هم جغرافیاش رشد بکنه یا حفظ بشه و هم مردمش رشد بکنن، شاد باشن. مردمش شاد خواهند بود اگر رشد بکنن، درآمد داشته باشن، کار داشته باشن، دموکراسی داشته باشن، حقوق بشر داشته باشن، میدونید آزاد باشن، اقتصاد خوبی داشته باشن، شکوفا باشه، تکنولوژی داشته باشن. این ملت شاده، درست شد مثل کره جنوبی. جغرافیا ولی این مردم شاد نخواهند بود اگر جغرافیاشون میدونید کثیف باشه، شهرهاشون دمش خراب شده باشه، پل نداشته باشن، راه نداشته باشن، عرض کنم که یک تیکشو اینا گرفته باشن، یک تیکشو اونا گرفته باشن، دعوا سر مرزا باشه اینا ها. بنابراین برای اینکه مردم شاد باشن باید جغرافیاشون هم تمیز باشه. عکسش هم درسته، یعنی تو جغرافیایی رو نمیتونی تمیز و درست داشته باشی تا مردمش شاد نباشن. مردمش که شاد نباشن، به اصطلاح رشد نکرده باشن، اکثرا مثلا کار با جغرافیا ندارن. به همین دلیلم تو ایران ملیگرایی ها کیا بودن؟ مردم عادی نیستن. مردم عادی تو ایران ملیگرا نبودن همیشه. ملیگرا آدم های خیلی بالای کشور بودن. عباس میرزا بود، امیر کبیر بود، مصدق بود، این همشون شاهزاده بودن یا هم نظیر شاهزاده بودن یا با شاهزاده ها بودن. رضا شاه بود، محمد رضا شاه بود. وقتی که تو دهات ایران که میرفتی اصلا نمیدونست ملی گرایی یعنی چی. تو اصلا میگفتی آقا تو ملی گرا هستی، میگم یعنی امیر کبیر شاهزاده نبوده. امیر کبیر تو شاهزاده ها زندگی بزرگ شد، یعنی شاهزاده که شاخ دم نداره، تو دربار بزرگ شد. امیر کبیر پدرش کسی دیگه اونجا توی نوکر اینا بود. این بچه شاه این عملا شاهزاده بود با اونا بزرگ. بله میفهمم چی میگی. شاهزاده که شاخ دم نداره که توی دربار یه جایی با اینا زندگی میکنه. خب
حالا ما نمیدونیم مادرش کی بود، یک با چگیری چگیریست هم امیر کبیر کی بود، پدرش نمیدونی چی کار کرده بود یا شاه ها، ولی میخوام بگم که حالا هر کی بود امیر کبیر تو دربار بزرگ شد، بچه درباری بود، بچه دهاتی نبود، فقط یه طبقه خاصی از دهات نیومد، از دهات نیومد بیره توی دربار رئیس نخست وزیر بشه، که توی دربار بزرگ شد، از اون بچگی بله. دربار بزرگ شد. برام نکته که من دارم اینه که ملی گرایی تو ایران درباری بالایی میدونید شاهزاده‌ای و طبقات بالا بود، مصدق شاهزاده بود، تمام دوربریای مصدق همشون از رجال کشور بودن، بالا طبقه مرفع، طبقات مرفع یا مالک بودن یا عمرای ارتش بودن یا چی میدونم تاجر بودن، شاهزاده بودن و اینا بودن. شما وزراش رو نگاه کن، یه آدم معمولی تو وزرا، یا شما بگیم مردم مشغول و زندگی خودشون بودن و اصلا خبری به اونا اصلا کاری نداشتن، اصلا نمیفهمیدن ملی گرایی، اصلا ملی نبودن اینا، اصلا کسی اینا رو آدم حساب نمیکرد. حالا بسام توضیح بدم برای چرا، ببین تو وقتی که من آدم حساب نمیکنی من نمیام دنبال تو، که میدونی تو اصلا این طبقه بالا مردم عادی رو آدم حساب نمیکردن، آدم نبودن. خب برای اینکه تو ملی گرایی، البته به نظر میاد خیلی از ما دوری میکنی، نکنی دوری و دوستی یه نه خیلی نمیام دلت نه میخوام بگم امکاناتون اینجا کمه. آره. نه ببین پی ملی این بحث جالبیه. من حالا میخوام از آقای امیرعمدی اگر به اصطلاح این لطف بکنن که بیشتر در این مورد صحبت کنن، وقتی که شما هم این مقاله رو روی وبسایتتون میشه، آره روی وبسایت خودتون رو یا AIC پی وبسایت فارسی هست، روی وبسایت فارسی، من یه وبسایت اینی وبسایتی که میزنم amirhamadi.com یه فارسی داره انگلیسی بده، آره بهتون حق انتخاب میده که فارسی میخوان یا انگلیسی. وبسایت ساده ای هم هست، فامیلشون amirhamadi.com، این مقاله رو بخونید، صحبتی سوالی حتی اگه چی میگم، من وقتی اینو متوجه شدم به نظرم خیلی سوال اومد، همین امروز مثلا آدم با فهمید ملت چیه، میهن چیه، ملی چیه، چون ما اکثرا اینا رو قاطی میکنیم، بیشتر هم قاطی میکنیم وقتی که اینجا میایم با کلمه ناسیونالیسم و پیتریوت وطن پرستی و اینا مقایسه میکنیم، هی بیشتر اشتباه میشه. ببین وطن پرستی وطن پرستی همین ملی گرایی، تو وطن یعنی فقط اون تیکه جغرافیا، ما ایرونی ها ملی گراییمون همون وطن پرستیه، یعنی جغرافیا پرستیه، سرزمین پرستیه، مردم پرستی توش نبود، با همین دلیل مردم ایران اصلا کر مثلا وطن ملی گرا نبودن، اصلا نمیدونستن، برای که کسی کاری با اینا نداشت اصلا. ببین شما نگاه کن جالبه، ولی اون بیشتر اختلاف میفته بین مردم، حتما به همین دلیل مردم ما نتونستیم ملت بسازیم، ما اصلا ملت نساختیم، ما هنوزم ملت سازی نکردیم، اروپا جالبه. ملت سازی کرد. ملت سازی یعنی چی؟ یعنی اومد مردم رو آدم حساب کرد، براش ارزش و احترام و آزادی و حقوق تعیین کرد و اینا رو هم درست سر قانون گذاشت، جغرافیاش هم اومد ارتش گذاشت داشت محافظت کرد، پول گذاشت تمیزش کرد، دوتا رو با هم مردم هم دیدن که اینجا حق و حقوقی دارن، صاحب جغرافیا هستن، احساس ملیت کردن، دقیقاً شدن صاحب اونجا. الان انگلیسی ها چرا میگن ما کشورمون رو باز پس گرفتیم؟ برای که کشورش اروپای غرب اروپا گرفته بود، حالا میخواد برگردونه اینا، برای که کشورش رو دوست دارن. ببین انگلیسی مثل ایرانی نیست که تا پف کنی در میره، میره اروپا، میره همه جا هستیم. خب اصلا میبینی که ایرانی ها تمام صد و خورده سال گذشته بیش از همه کشورهای دنیا مهاجر کردن، اصلا ما مهاجر بودیم، برای اینکه اصلا کشورمون دوست نداشتیم، برای اینکه آدم نبودیم تو کشور خودمون. این آقای آریانپور خیلی قشنگ صحبت میکنه، میگه حتی توی ارتش به ما این تفاوت ها رو نگفتن و یاد ندادن، نمیخواستن. نه ببین حالا این میخوام اینجا بگم بهت، بنابراین من میخوام بگم که در ایران ما باید برگردیم به ملت‌گرایی نه ملی‌گرایی. ملی‌گرایی ایرانی سرزمینیه، چون ایران نباشد تن من نباد، درش مردم وجود ندارن و چون مردم وجود ندارن، اوکی، ملت سازی نشده و این ملی‌گرایی ناقصه. نه اینکه خوب نیست، ناقصه، یعنی یه دست داره دو دست نداره، این باید هم جغرافیا رو داشته باشه هم مردم. ملی‌گرایی ایران که همون وطن پرستی معموله، جغرافی هست، سرزمینه، چه ایران نباشد تن من مباده، نه اینکه چه مردم نباشند تن من مباد. اصلا کسی کار نمیکنه با مردم. ملیگرای ملتگرا کسیه که میخواد اول مردم شاد باشند، باید تمر
توجهش به مردمه، به زندگی مردمه، به شادی مردمه، به رفاه مردمه. ولی در این حال هم میگه این رفاه و شادی و اینا رو مکمل میکنم با حفظ جغرافیای من و وطن پرستی میکنم. یک کسی هم دست نگاه بهش بکنه میرم خدا میکشم براش، ولی من وقتی خودم رو میکشم که اینو احساس بکنم مال خودمه. حالا ملی‌گرایی ایران با عباس میرزا شروع شد. ملی‌گرایی عباس میرزا سرزمینی بود به معنای فیودالی، حکومت فیودالی بود. مثلا میگفتن که آقا تو این جغرافیا نباید تکون بخوره، آقا این آذربایجان اگه بره بریم حمله کنیم بکشیم یا بگیریم نمیتونیم. ملی‌گرایی عباس میرزا شکست خورد، برای اینکه ملی‌گرایی اون باخت، سرزمین رفت، 17 شهر قفقاز و اینا رو روسا گرفتن رفتن. عباس میرزا با دست خالی برگشت، مردم هم گفتن ما کر نمی کنیم. خب گفتن که تو رفت که رفت، خب من که به هر حال چیزی نداشتم که گرجستان بره، آم چیزی بخوام من چیزی گیرم نمیاد، مثلا میگم اون کجاست، اصلا نمیدونم اصلا گرجستانی وجود داره، اصلا آذربایجانی اونجا وجود داره، اصلا تهرونیان مثلا تالش وجود داره یا رشت اصلا وجود داره، چیزی نبود که. هنوزم جغرافیای ما تیکه پاره است. حالا بحثش بعد میکنیم. بنابراین عباس میرزا باخت، ملی‌گرایش تمام شد که فیودالی بود. بعد اومد امیر کبیر وقتی نخست وزیر شد که انگلیسی ها واقعا وارد کشور شده بودن، یواش یواش داشتن زور میگفتن، گفتم لیبرالیزم مثلا اقتصادی رو آوردن به چیز، سرمایه‌داری صنعتی روش کرده بود، اومده بودن هی به ایران چیز معاهده تحمیل میکردن. شما اگه تاریخ قرن 19 مخصوصا از 1830 به این برا که بخونی، همش معاهده است، همش هم معاهده تجاری هست و همشون هم معاهده تجاری. دفعه میگه رژیم میاد تنباکو رو میگیره، اون یکی میاد نفت رو میگیره، اون یکی جنگلا رو میگیره، ایده معدن رو گرفته بودن به سود خودشون. اصلا هر چی تو کشور بود به قول خودمون کانسشن شده بود. کانسشن چی میگیم؟ امتیاز. به امتیاز به روسا، امتیاز به انگلیسی ها، امتیاز به فرانسوی ها، به ایتالیا، به بلژیکی ها، به آلمانی ها، همین جوره. اصلا خودشون میگفتن اصلا کشور دادیم به اون. دقیقاً کشور اصلا شده بود هیچی، یه عده اومده بودن کشور تقسیم کردن بین خودشون. ولی این دفعه دیگه به جای سرزمینی تقسیم بکنن، منابعی تقسیم کرده بودن. بنابراین برای اولین بار امیر کبیر میاد میگه من این که نمیشه که، میشه این ملی‌گرایی سرزمینی فیودالی عباس میرزا رو تبدیل میکنه به ملی‌گرایی منابعی. یعنی منابع ایران هم بخواد حالا چیز کنه، رژی نمیدونم اون فلان اینا، حالا اون قبل از رژی بود یا چیزای دیگه، برای کانسشن ها بود، برای این تجارتی بود که یه طرفه بود و میاد به یواش یواش زد بعد در مقابل حتی نه فقط غربی ها، که در مقابل خود حکومت که وابسته شده بود و دنبال پول و پله بود و هی دنبال قرض میخواست بگیره از اینا بره تفریح تو اروپا بکنه و از نرفا، همشون آدم های شالاتان بی خودی بودن دیگه، این رهبرای ما. متاسفانه که بدبختی های کشور همین رهبرای شالاتان بوده. برحال اینا اونا ملی‌گرایی امیرکبیر رو میزنن تو سرش، سرش رو میبرن تو حمام فن تمامش میکنن. بعدم باز مملکت برمیگرده به همون جایی که بود. این همه جو جریان ادامه پیدا میکنه، انقلاب مشروطه میشه. حالا کانرم جریان جنبش تنباکو میاد، انقلاب مشروطه میشه و حالا مردم تو خیابونن دارن میخوان بگن که آقا ما میخوام آدم بشیم. توی مجلس اول که انقلاب مشروطه، اولین مجلس انقلاب مشروطه، میگه فقط تجار، عمرای ارتش، سران چیز، چی میدونم، سرمایه‌دارا، درباریا، اینا میتونن شهروند باشن. طبقات متوسط و پایین شهروند نمیتونن چون حق رأی ندارن. زنا حق رأی ندارن، مردم فقیر فقرا حق رأی ندارن، کشاورزا حق رأی ندارن، کارگرا حق رأی ندارن، نداشتن. بعد یواش یواش فشارا زیاد میشه، جنبش‌های کمونیستی و جنبش توده شکل میگیره، بعد جنبش چی میدونم جنگل چک میگیره، جنبش پسیخان چک میگیره، جاهای مختلف. یواش یواش مردم فشار میارن و یه سری حقوق رو میگیرن. این حقوق آقای رضا شاه میاد ترتیب همه اینا رو میده. خب دوباره برمیگردیم به مسئله اول. اما حالا رضا شاه اومده با شمشیر بازم ملی‌گرایی. این دفعه دیگه نمیتونه ملی‌گرایی سرزمینی عباس میرزا رو بگیره یا منابعی آقای امیرکبیر رو، میاد
ملیگرایی تاریخی رو وسط میکشه، میگه من میخوام دوره کوروش رو زنده کنم، میره چند تا ساختمون میسازه با نقشای تخت جمشید و از این حرفا و شروع میکنه به ملیگرایی تاریخی ایران، یعنی ایران قبل از اسلام رو میخواد بیاد وسط میاره، که پسرش محمد رضا هم اینو ادامه میده که در واقع ملیگرایی تاریخی میارن به ایران و این ملیگرایی هم باز هم تاریخی به معنای چی؟ به معنای ابنیه و آثار و نمیدونم تاریخ و گذشته بود، ولی بازم توش مردم نیست، اصلا امروزی وجود نداره، همه تاریخ گذشته به درد هیچی نمیخوره، اصلا معنی نیست چیه، خب و اصلا برای چیه، مثلا تو خواهی ملیگرایی تاریخی رابطش با اروپا چی میشه، با امریکا چی میشه، اینا آقا اونایی که اونا از اقتصاد مردم برای خودشون دارن کار میکنن دیگه، سرمایه دارن دارن کار میکنن، ما میخوایم چند تا ساختمون نقش رستمی بسازیم. حالا این جریان با جنگ جهانی اول تموم شد، با آقای جنگ جهانی دوم با آقای رضا شاه، و جنگ جهانی بعدم آقای مصدق اومد وسط که دوباره بر علیه باز قیام کرد بر علیه این جریان ملیگرایی هم تاریخی هم سرزمینی، و گفت که امیرکبیر درست میکرد، رفت دنبال امیرکبیر به ملیگرایی منابعی رو آورد وسط. اما مصدق اشتباهی که کرد، ما اولا روی نفت فقط تکیه کرد، مردم رو کلن فراموش کرد، یعنی مصدق جنبش مردمی به اون معنی نبود، مردم استفاده میکرد برای اینکه یه سری کارهای بکنه برای یه چیز دیگری. یعنی اینجوری نبود که آقای مصدق، ما نمیدونیم که آدم، مثلا میگن توی تاریخ ایران که دروغای بزرگ اینه که آقای مصدق نخست وزیر انتخاب چیز دموکراتیکلی الکتد، یعنی منتخب مردم، منتخب دموکراتیک مردم، نصد که هیچ وقت ایشون اصلا دموکراتیک، اولا نخست وزیری انتخابی نبود، مجلس انتخاب میکرد، خب مجلس مردم انتخاب میکرد، ولی مجلس اینو چیز میکرد، بعد شاه هم باید میگفت آره یا نه، بنابراین مثلا اینجوری نبود. اما معنیش این نیست که آقای مصدق یا شاه انتخاب میکرد مجلس بهش رأی اطمینان حالا یه نوع هر دو باید هم کاری بین اونا بودن، تازه مجلس هم که دست شاه بوده، هم دست شاه بود دیگه، به هر حال یکی بود. حالا نکته که من دارم اینه که مصدق ملی‌گراییش چون مردمی نبود، بازم سرزمینی و منابعی بود، شکست خورد. یه عده میگن که آقا چرا مصدق شکست خورد، چرا این کودتا با چهار تا شبان بیمه خود این برابر توفیق پیدا کرد، برای اینکه مصدق مسئلهش مردم نبودن، مسئلهش یه چیز دیگه ای بود، داشت بازم مثل امیرکبیر مبارزه میکرد، نفهمید که باید با مردم مبارز، امیرکبیر اومد باهایا رو از بین برد، دلیلی که نفهمید که بابا این باهایا هستن که میتونن امیرکبیرها رو درست کنن، برای که اون موقع اینا بر علیه نظام بودن، اون موقع به نظام فاسدی بود و اینا یه ده انقلابی بودن، میدونی میخواستن یه چیز جدید رو سنالا شعورشون به همون جا رسیده بود که یه مذهب جدید بسازن، یه مذهب بیارن، برای که اون تو ایران میدونی مذهب همیشه کار میکنه، میدونی از مزدکی ها و مانی ها و مانی و مزدک و نمیدونم تمام این قهرمان های تاریخمون همشون مذهبی بودن دیگه، میدونم یکی از اونا بود. کار ندارم، نکته که من دارم اینه که به هر حال این ملیگرای آقای مصدق هم چون مردمی نبود شکست خورد، به جای نرسید. بعد رضا شاه محمد رضا شاه باز دوباره ادامه داد تمام ملیگرای پدرشو که تاریخی و اینا بود، تا اینکه انقلاب اسلامی شد. انقلاب اسلامی اصلا کلا ملیگرای ایران رو گذاشت کنار، گفتن مثلا ایران یعنی چی، اسلام اصلا ظرف نداره، اسلام ظرفش دنیاست، هر کس در هر جای دنیا که مسلمونه اونجا ظرف اسلامه، ملت ما هست یونیورسال جهانی، اوکی. بنابراین اصلا ایران گذاشته شد کنار، تو 3-4 سال اول انقلاب شما اصلا کلمه ایران نمیبینی، هنوزم مردم وقتی هنوز حکومتی ها از ملی حرف میزنن یه چیز جدیدیه، یه چیز قبلا اصلا وجود نداشت، همین تازه یواش یواش داره زور به اینا میاد، دارن میگن ملی، اما ملت نمیگن هنوزم. حالا اسلام مشکلش چیه؟ اسلام ملیگرایی رو گذاشت کنار، ملیگرایی اسلام ایرانی رو، جاش امتگرایی رو آورد، یعنی به جای جغرافیا مردم رو آورد، ولی مردم رو به عنوان امت آورد، نه به عنوان ملت، یعنی نه به عنوان یه عده‌ای که یه حقوقی دارن، باید قانونی باشه یا حقوقی دارن، بلکه نه به عنوان یه عده آدم هن
به قول آقای مصباح یزدی که شعور ندارن، که فقط باید یکی بینا بگه چیکار بکنن، این باید یه مرجع تقلید داشته باشی، یه مجتهد داشته باشی، بهت بگن باید چیکار بکنی یا چیکار نکنی. چون خود آره خود مردم، امت آدم نیست به اون معنا، یعنی ملت به اون معنا نیست، این عملا نادانه. خب به همین دلیل هم باید یه جامعه اسلامی باشه، یا باید این روحانیت باشه، مجتهد باشه، اینا باشه، به اینا بگن چه کار بکن چه کار نکن، وگرنه به هم می‌ریزه همه چیز. بنابراین اومدن یه سیستمی به وجود آوردن به نام که من بشم امتگرایی، که همون اسلامگراییه. این امتگرایی اسلامی ملیگرایی رو که گذاشت کنار، هیچی، نه جغرافیا رو تونسته کاری براش بکنه نه مردم. در واقع عملا هر دو رو از دست دادیم ما با انقلاب اسلامی، هم ملیگرایی رو از دست دادیم، هم ملتی که اصلا وجود نداشته، به هر حال مردم وجود نداشتن قبلا، اونم که نداشت، به جای مردم امت گذاشت، ولی به جای جغرافیا هیچی، و امت هم گذاشت توی صحنه جهانی به عنوان یه آدمی که باید گوش به یه آدم دیگه با فهم با شعور بدن. حالا ما رسیدیم به یه جایی که دنیا داره میشه ملی و وطن پرست، اون ملی به معنای ملت. من دارم میگم که ما ایرانی ها اگر این دفعه این جریان رو اشتباه بگیریم، ما میریم ته تیک. تنها راه ما اینه که ما یک جریانی را بندازیم، یک چیز جدیدی به وجود بیاریم که من بهش میگم ملتگرایی، همون چیزی که اروپایی‌ها و امریکایی‌ها انجام دادن. ملتگرایی بازم برگردم بگم ملت جغرافیاست و مردم. باید این ملتگرایی مردم رو شاد کنه، جغرافیا رو جاوید. جاودانی سرزمین و شادمانی مردم میشه شعار اصلی ملتگرایی. حالا این ملتگرایی، جاودانی سرزمین و شادمانی مردم، از شعار باید به عمل بره. برای اون کار باید برای مردم برنامه ریزی کنی، برای سعادتشون، برای زندگیشون، برای خوشحالیشون، باید اقتصادشون رو خوب سر شکوفا کنی، باید از نظر سیاسی به اینا چیز بدی، به اینا دموکراسی و حقوق بشر اینا بدی، از نظر اجتماعی باید عدالت باشه و حس مالکیت. حالا این نهتی که همه این کار رو میکنی، یعنی حس مالکیت میکنی. تو این کشور دونالد ترامپ ملیه، اون فقیر فقرا نیستن. برو تو سیاه‌پوستای فقیر صحبت کن، اصلا اصلا کر نمیکنه در مورد امریکا. ولی دونالد ترامپ ملیه، برای که ببین الغ داره، برای اینکه اینجا زمین داره، اینجا ساختمون داره، سرزمین داره، درآمد داره، داره زندگی خوبی میکنه. اونم میگه اون خودم با من فرق نمیکنه، من از امریکا و برای هر جای دنیا همین بدبخت میچرم، برای من چه فرقی میکنه، برای بفرست ابرهو شاید اونجا باز من بهتر باشه، بفرست ابرهو به قول خودمون، هر چی میخوای بفرست. ما همینی، هیچی نداری، یه لقمه ای که میندازه جلو ما میخوای دکتر. برابریم ما تو ایران دیگه نمیتونیم دنبال ملیگرایی یا اسلامگرایی دنبال امتگرایی بریم. اگه بریم باختیم. ما باید بریم برگردیم به ملتگرایی، به جغرافیا و سرزمین، یعنی سرزمین و مردم رو بیاریم تو هم، برای مردم برنامه‌ریزی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی می‌دونی بکنیم، به اینا رو همه اینا رو شکوفا کنیم، درست کنیم. به کار مهمی هم نیست، کار بزرگی هم نیست، اینو تمام دنیا کرده. شما میگید ما، این ما یک، شما میگید کیاست؟ آره حالا ما یعنی مردم ایران هم دارم میگم. بعد حالا برمیگردم پاسخ چه باید آره کرد؟ بعد ببینم تو چه باید کرد. این مردم ایرانه، همین مردم. ما باید بازم این جغرافیا رو می‌دونید جاوید کنیم. برای اینکه جغرافیا جاوید بشه، باید می‌بینید جاده‌هاش، پل‌هاش، دریاچه‌هاش، نمیدونم ساختموناش، ابنای بناهای تاریخیش، همه اینا، محیط زیستش از همه مهمتر باید تمیز بشه، شکوفا بشه، قشنگ بشه. و وقتی که اون، برای اونم باید برنامه ریزی کنیم، چون باید یه عده برنامه ریز داری متخصص که توی دارن روی سرزمین کار میکنن، یه عده متخصص و برنامه ریز داری دارن برای مردم کار میکنن. این دوتا با هم میشه میاد یک جریانی را بندازه به عنوان جریان ملت سازی، که از ملت گرایی شروع میشه. یعنی تو باید اول ملی گرای بشی، یعنی ایدئولوژیک، که بعد بتونی ملت سازی بکنی. برای اینکه ملت سازی بکنی، ملی گرا باید باشی، و ملت سازی یعنی که شاد بکنی مردمو، سرزمین رو جاوید کنی. و برای اینکه شاد بکنی مردمو، باید براشون برنامه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شکوفا، مدرن، جدید سر هم بکنی. متخصص میخوای برای این کار و از این حرفا. اون بر هم
جغرافیاش وقتی جاوید میشه که بازم اونجا متخصص ها بیان به این جغرافیا رو که من عرض کردم و بردارن اینو تمیزش کنن، شکوفاش کنن، رشدش بدن، جاودانی میشه. چون در برابر این در تحلیل نهایی ملت گرایی هدفش ملت سازیه و اگر ملت سازی میکنی مردم رو شاد میکنی به جغرافیا رو جاوید. برابر این شعار ملت گراها باید باشه شادمانی مردم به جاودانی سرزمین. و در درون این دو مفهوم تمام دنیای این جریان وجود داره. اینجوری دیگه عدالت اجتماعی و اینا همه چی توش هست. حالا دموکراسی هم هست. ولی خب فقط با شعار که نمیشه که. بنابراین میخوام بگم که برای این کار اتفاق بیفته، ببین یادت باشه که دنیا رو ایده عوض میکنه. بله. ببین ولی این ایده باید تبدیل به یک مادی، به یک نیروی مادی بشه. میگن material force. میدونید دنیا رو ایده عوض میکنه. خب تو همه دنیا اینجوری ایده عوض کرده. تو خود ایران رو هم ایده عوض کرده. یک نوعش عباس میرزایی بود، یک نوعش میرزا تقی‌خان امیرکبیری بود، یک نوعش رضا شاهی بود، یک نوعش محمد رضا شاهی بود، یک نوعش خمینی بود. اینا ایده بودن. یکی آقا اسلام باید بیاد و میگفت باید ناسیونالیسم. من الان دارم میگم که این ایده بعدی ملتگراییه، ملیگرایی عباس میرزایی و امیرکبیری و مصدقی و رضاشاهی و محمد رضاشاهی و اسلامگرایی خمینی و نیروهای بعدیشون تموم شدن. ما نیاز به یک مفهوم، به یک ایده جدید داریم که من بهش میگم ملتگرایی. به اون ملتگرایی رو هم توضیح دادم دقیقاً یعنی چی و چجوری میشه اونو ساخت. من فکر کنم که الان خب باید یک نیروی، یک تیمی، یک جریانی شکل بگیره از متخصصین طرف جغرافیا سرزمین و متخصصین طرف مردم، یعنی بعد بیان برای این کشور ایران برنامه ریزی کنن در اقتصادش، در سیاستش، در فرهنگش، در امور اجتماعیش، اون برم باز برای راه‌ها و پل‌ها و سدها و منابعش و از کنم این بارم محیط زیستش و از این حرفا. اگر این کار رو بکنیم بعد بر اساس این برنامه ها اینا رو تبدیل به پروژه بکنیم، بعد برای این پروژه ها سرمایه گذاری بکنیم، هم سرمایه مردمی هم سرمایه مالی، خب بیاریم و عمل بکنیم، اون وقت میشه. مثلا شما همیشه یک کشور فقط با حرف روش نمی کنه. باید این تمام این حرفات در تحلیل نهایی تبدیل به پروژه بشن. این پروژه رو هم باید منابع کشور بیان توش، منابع مالی، منابع مادی، منابع مردمی و منابع زیرزمینی، سرزمینی، هر چی میخوایم بگیم این منابع. بنابراین این جریان باید بتونه این استفاده از این منابع مردمی و غیر مردمی رو بهینه کنه، یعنی بیاره وسط روشون کار بکنه. متاسفانه تو ایران الان میگن 30% جوانای تحصیل کرده دانشگاهی بیکارن. خب مگه چطوری تو میتونی یک کشور بسازی که 30% جوان تحصیل کرده ازش استفاده نمیشه؟ خب همون میشه که الان میبینیم میرن فقط مثل زالو میدونی حقوق میگیرن، هیچ کاری هم نمیکنن. آخرش هم همین میشه، آخرش هم برمیگردن به همون مثلا چهارخانه اول. بنابراین ما باید این الان میگن که 70% صنعتی رو که کشور ساخته، کارخونه ها کار داره نمی کنه. بله یکی از خب تو همچین کشوری که نمیتونه رشد کنه که اصلا غیر ممکنه. هی میام میگن آقا میخوام رشد 6% بکنیم. میگم آقا چجوری؟ نه اصلا فقط نه فقط چجوری، اینجا هم یه مفهوم دیگه، نه فقط چجوری، بگیم رشد نه فقط چه مقدار، بعد برای کی، برای کی. ببین آقایون میان میگن که آقا ما مثال 3% رشد کردیم. آقا خیلی، آقا تو 3% رشد کردی برای که 4 تا بشکه نفت بیشتر فروختی، رشد نکردی تو. تو اگه رشد کرده بودی که بیکاری کم میشد، تو اگه رشد کرده بودی که مردم درآمدشون بیشتر میشد، تو که رشد نکردی که. اونم میگیری نفت رو میفروشی میدی به همین بانک ها، اونم میذارن تو جیبشون. تا اینکه رشد تو اصلا 50% رشد بکن ده. یک شای نمیارزه تو 50% رشد بکن. وقتی که دست 2-3 نفر میفتن چه رشدیه که؟ همه شون هم خوشبختانه یا بدبختانه میخواستم بگم این رشد
نه فقط این آقایون پول میگیرن، تمام بچه هاشون نوه هاشون تو خارج کشورن، همه شون میفرستن بیرون. خب ای کاش تو ایران میذاشتن. میبینید یه فرق سرمایه داری توی کره جنوبی با ایران، سرمایه داراش همینه. تو کره جنوبی سرمایه دار پول دار پیدا کرد، پولدار شد، اما صنعت ساخت همونجا برای مردم، کار درست کرد، کیا درست شد، سامسونگ درست شد، دیابو درست شد. ما تو ایران زبان شاد داشت چیزی انتخاب میشد همون از بین بردیم. خیامی ها از بین رفتن، اینا پیانه ها اینا دوزه دقلن و اینا، حالا یه ده تاجر و بانکدار رو بردن تو جون مردم بیختن. یعنی ما از یه دو آدم های تحصیل کرده درست داری که مخصوصا یه کاری انجام بدن، تبدیل شده به یه دو آدم های بانکدار ریش و پشمی که نماز میخونن علیکی اینجاشون هم چیز انات مر زدن میگن اونم عمل میکنن علاقی. آقای امیرحمدی خیلی ممنون. دوستان در این رابطه حتما این مقاله ملت‌گرایی به جای ملی‌گرایی رو بخونید. اگر پرسشی بود یا نظری بود با آقای امیرحمدی مستقیما تماس بگیرید. حالا من یه چیزی هم بگم، من امروز صبح، نه من میخوام قبلش از شما قول بگیرم که باز این برنامه رو ادامه بدیم. حتی شما الان ایشون واشنگتن هستن، وقتی هم که نیستی از طریق چیز اسکایپ میتونیم با هم. فقط می‌خواستم یه چیزی بگم. من امروز صبح متوجه شدم که امیرحمدی hushangat@amirahmadi.com یک مشکلی داشت که ایمیل ها برمیگشت. به خاطر این بود که این دامین نیم من و این طرفی که باش کار میکنم یادش رفته بود رینیو کنه. این رینیو شده، فکر کنم ممکنه 24-48 ساعت طول بکشه. بنابراین اگه ایمیل فرستادی ریجکت شد، ناامید نشید، دوباره بگیرید. بسیار ممنون. آره فقط بخواستم اینو بگم که ممنونم از شما. ممنونم که ما چاکرتون رو هستیم. ما همیشه میگن که مستمع صاحب سخن رو بر سر حرف واره باید باشه. ما فقط که حرف میزنم هم سر حرف میام و همین داره خیلی همچی با انرژی حرف میزنم، سن من هم نشون نمیده خوشبختانه. دوستان عزیز ممنونم که با ما بودید. پس این برنامه رو روی یوتیوب هم میتونید به صورت بایگانی و در آرشیو تلویزیون مردم هم هست. جدیداً ما از فیسبوک هم استفاده میکنیم، روی فیسبوک هم برای شما دوستان اون رو میذارم که هر ساعتی از شبان روز بتونید ببینید. بازم از شما ممنون، با امید دیدار. مرسی، با امید دیدار همتون.